سلام دوستای گلم به 21 امین جلسه از آموزش مقدماتی زبان جاوا اسکریپت خوش آمدید در این جلسه میخوایم راجع به پراپرتی ها و اعمالی که میتونیم روشون رو انجام بدیم بیشتر صحبت کنیم در جلسه قبل یاد گرفتیم که چطور به یک پراپرتی از یک آبجکت دسترسی پیدا کنیم خیلی راحت اسم آبجکت رو می نویسیم دات و در نهایت اسم اون پراپرتی که مد نظرمونه همونطور که میبینید این رو برای ما داره چاپ میکنه خب حالا فرض کنید که ما میخوایم جنس پراپرتی مون رو عوض کنیم یعنی جنس این که الان یا عدد صحیحه میخوایم عوضش کنیم میایم می نویسیم دات اج مثلا مساوی است و میخوام استرینگش کنیم میذاریم اسپورت مثلا فرض کنید هر چی خواست سیو میکنم ببینید خیلی راحت جنسش رو را عوض کردیم از یک عدد صحیح تبدیلش کردیم به یک استرینگ یا حتی ما میتونیم یه متغیر جدید یا یه پراپرتی جدید رو بهش اضافه کنیم مثلا حمید دات ایج دو مساوی است مثلا چهل سیو میکنم ببینید اینجا میذارم ایج دو ببخشید اینجا ایج دو بعد نوشتم کنترل 5 ایج 2 رو برای من چاپ کرد خیلی راحت یا حتی میتونیم ما پاک کنیم میام اینجا می نویسم حمید البته آم... قبل قبلش بود بنویسید دیلیت حمید مثلا ایج 2 همونی که اضافه کردیم رو پاک می‌کنیم ببینید چی میزنه حمید دات ایج 2 همش اشتباه میکنم خب سیف میکنم اینجا زد undefined چرا؟ چون ما همید ایج 2 رو پاک کردیم در نتیجه نمیتونه مقدار همید ایج 2 رو برای ما چاپ کنه یا حتی میتونیم یه متغیر جدید بدون مقدار معرفی کنیم مثلا همید داده ایج سه برای مثال من الان اینو اضافه کردم ولی مقدار دهی نکردم حالا میخوام ایج سه رو چاپ کنم ببینید باز میزنه undefined چرا؟ چون مقدار نداره که مقدارش رو برای ما چاپ کنه میزنه نامعتبر یا تعریف نشده